اذیتش نکن. مواظب باش دستم. مواظب باش. بخور. آفرین. ای من بسیار. غذا بسیار دوست دارم. از اینجا ببین چه مرگی گرفته. نجات او متاسفم که نتوانستم کاری انجام دهم. پدر، شما خود می دانستید که جرم آدانیا سنگین بود و خلاصیش غیر ممکن. همون لحظه ای که او را گرفتن از او قطع امید کردن. رویها به هیچ کس رحم نمی کنن. نفرین بر این رومی ها، نفرین بر خدایانشان که جز گرفتن قربانی از ما کاری نمی کنن. نفرین بر امپراتور آدریان، نفرین، نفرین، نفرین. جسدش را چه کردن؟ میگویند جسدش باید بر صلیب باشد تا مایه عبرت سایرین گردد. ای کاش جسد مصلوبش را به ما میدادن. جسدش که بعید است، اما قول میدهم که خونش را تقاص کنم. این را به شما قول میدهم. مراقبش باشید. آدونیا، او را تسکین دهید. آدونیا پسرم، شاید از این پس مرا ندیدید. برای همیشه خدا نگهدار. علی جناب، شب پیش یک ناشناس اقدام به ربودن جسد آدونیا کرده بود که با مقاومت سربازان موفق نشد به منظور خود برسد. یعنی شهر اینقدر ناامن است؟ از شما چه غلطی میکنید؟ برو، برو مدارک لازم رو علیه ماکسیمیلیان تهیه کن. ماتیوس، مدارک لازم علیه ماکسیمیلیانوس. باید در حضور امپراتور چهره واقعی او رو افشا کنم. برو ماتیوس، برو. مورد مسیحیان را شنیده اید؟ من که سالها در صحنه‌های جنگ و دور از شهر بودم، تازه فهمیدم که چه فتنه‌ای به پا کردند. باید تمام آنها را سر برید و شراب پیروزی را سر کشید. من اگر به جای دیوکلتیانوس بودم، یک بارچه همه را نابود می‌کردم. هنوز هم دیر نشده و کار از کار نگذشته. من به عنوان یک رومی به شما قول می‌دهم بعد از رفتن امپراتور زمین را از وجودشان پاک کنم. امروز روز بسیار بزرگی است. باید تمام کاهنان معابد را فرا خواند. از ما انتظار دارند که بتوانیم ورود خدایگان امپراتور را در حد خود و با شکوه و ترتیب خاصی برگزار کنیم. بله، پیشنهاد میکنم عود و بخور در آتش بریزیم و بگوییم تمام آتشدانها را روشن کنند. لباس فراموش نشود. باید بگوییم لباس رسمی بپوشند. همه کاهنان جلوی معابد صف ببندند تا موکب امپراتور بگذرد. ضمناً مجسمه آپولون را نیز باید با گل بیاراییم. همچنین جلوی معابد و قدوم امپراتور باید انباشته از گل باشد. من میترسم جناب ماکسیمیلیان. ورود امپراتور به هیچ شهری همراه با خیر نبوده. همیشه نامبارک و بدخاطره بوده. هرچی خدا بخواهد همون خواهد شد. گالوس، بله. برو کالسکه را آماده کن. بله.
من از این تابلو هم میترسم. آن رو از اینجا بردارید. باز هم خوابهای ناراحت کننده دیده ای؟ آره. دیدم که مردم، اما این تابلو زنده است. از درون این تابلو زنده بیرون آمدم. تو مانده بودی که مرا باور کنی یا تابلو را؟ و بعد دیدم که این تابلو از آن مادرم است. یعنی من مادر خودم بودم. بسیار خوب، بسیار خوب. من این تابلو را بر می‌دارم و جایی خواهم گذاشت که فقط خودم ببینم، نه کسی دیگر. بانوی من، همه آماده برای حرکت هستند. عجله کنید. عالی جناب کجا هستند؟ در کتابخانه هستند. بروید تو. صدایشان میکنم. عالی جناب. عالی جناب، عالی جناب، کارلوس تو اینجا چه میکنی؟ عالی جناب، اینجا کجاست؟ من از وجود تونل با خبر بودم، اما از وجود این دخمه اطلاعی نداشتم. باز هم سعی کن بی خبر باشی. فقط خودت بدان. اینجا خلوتگاه من است. بعضی از اشیاء ارزشمند چون این لوح و این انجیل را در آن نگه می‌دارم. با کسی از اینجا سخن مگو. فقط به هنگام خطر به عنوان مخفیگاه از اینجا استفاده کنید. حقیقتی را که در تاریکی حتی از گفتنش هراس داشتید، یک روز در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموختید، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند کرد. چگونه عالی جناب؟ چگونه؟ آخر چگونه عالی جناب؟ من هم نمیدانم، اما تنها آرزویم این است که روزی این جمله محقق شود. این هم نسخه از انجیل مقدس که به یادگار از آن پیر پرهیزکار اینجا نگهداری میکنیم. راستی چه شد که تو اینجا آمدی؟ من در باز بود. من منظورم این نیست. با من چه کار داشتی؟ بله، جناب دقیانوس به همراه بزرگان شهر و افسران عالی رتبه برای استقبال از امپراتور هادریانوس مهیا می شوند. عجله کنید، شما هم باید بروید. میدانم
علی‌رغم میل باطنی هم باید در مراسم حضور داشته باشم. عالی جناب، آدونیا در مسیر استقبال از امپراتور به صلیب کشیده شده. مراقب رفتار خود باشید. دقیانوس و جولیوس چشمانشان تیز است. به زودی چشمان تیز آنان شاهد وقایع عجیبی خواهد بود که هیچگاه باور نخواهند کرد. به یاری خداوند باید کار را تمام کرد. آلی جناب، من میترسم چه اتفاقی میخواهد بیافتد؟ چه حادثه‌ای در پیش است؟ نه، میترسم. خونه بازی میکنی؟ باشد باشد. آلی جناب آمدند. من میروم سراغ کالسکه. بسیار. شما آماده اید؟ کلاهتان آماده. ممنون پسرم. اما نمیدانم چرا این همه دلهوره دارم. خداحافظ پسرم. خداحافظ. امپراتور که آدم خوار نیست. تو از اون میترسی؟ گویی ندایی در درونم میگوید که شما ما را ترک خواهید کرد. بیهوده به خود تشویش راه ندهید. جز اراده خداوند نخواهد شد. طبق اوامر جناب دیوکلتیانوس، تمامی بزرگان و مشاوران برای شنیدن بیانات حضرت عالی و عرض گزارش حاضرند. طلایه‌داران گزارش دادند که فیلادلفیا به زودی شاهد فرارسیدن بزرگترین کاروان محافظین و گارد امپراتور خواهد بود. تمامی سربازان و بزرگان شهر باید برای استقبال آماده باشند. آیا معلوم است از کدام مسیر وارد شهر می شوند؟ بله جولیوس، کاروان امپراتوری عظیم روم از مسیر انجلوس به سوی فیلادلفیا در حرکت است و به زودی به اینجا خواهد رسید. درود بر جوپیتر قادر والا که چنین افتخار بزرگی را نصیب ما کرده است. عالی جناب، شهر آماده پذیرایی از قدوم خدایگان امپراتور است. جناب دیوکلتیانوس، اوامر شما بی کم و کاس انجام شده است. یعنی من اطمینان داشته باشم که در زمان ورود و همچنین اقامت خدایگان امپراتور هیچ حادثه‌ای در شهر رخ نمی‌دهد؟ بله عالی جناب، همان گونه که امر کرده بودید، تمامی اشرار و همچنین کفار مسیحی به وسیله سربازان مؤثر و یا سرکوب شدند. خاطر مبارک آسوده، با کمال افتخار می‌گویم که مبلغ آنان را نیز به صلیب کشیدم و همینک آماده پذیرایی امپراتور هستیم. شکوه و جلال آپولون پسر قدرتمند جوپیتر امروز بر ما رخ می نمایاند. پس در برابر امپراتور زانو زده سر در قدومش خواهیم نهاد. اجازه عزیمت می خواهیم جهت استقبال. Thank you.
روزی به یاد ماندنی است. من همیشه گفتم امپراتوری را شمشیر نگه می‌دارد، نه خدایان. از جناب جولیوس حرفای عجیبی می‌شنوم. بگذار تصحیح کنم. خدایان امپراتوری را نگه می‌دارند و ما با شمشیر خدایان. آدونیا کدامشان است؟ آن که صلیبش جلوتر از همه است. طبیعت بزرگان این است که جلوتر بایستند. بزرگان همیشه صدر نشینند. حقشان همین است. امپراتور باید تمامی موشا را از سرزمین روم ریشه‌کن کنند. به نظر من سوزاندن برای اینان مجازات مناسب تری است. نه، اینطور نیست. زجری که بر بالای صلیب میکشند به مراتب طولانی تر است. نه، اینان یاران تو اند. خداوندا کی آنها را نجات خواهی داد؟ زمین شرافت نداشت که بر آن جان دهی. آسمان تو را در بر گرفته است. عجب چه بلند ایستاده. قسم به مولای من مسیح که مجازات امپراتور بسی سخت‌تر از مجازات تندیس خدایان خواهد بود. مرگ بر امپراتور که قدومش این همه شوم است. خدایا تو کی دوستان ما را این همه مظلوم و مهجور می‌پسندی؟ این همه زجر و شکنجه را اینان برای چه تمام؟ اینان از قدرت امپراتوری روم غافلند. به یقین هم کیشانشان با دیدن اینان جرأت تمرد را از سر بدر خواهند کرد. چند روزی کلاغ‌ها و کرکس‌ها طعمه‌های خوبی خواهند داشت. سعی کنید جشن و سرورشان را بر هم نزنید. اطاعت میکنم علی جناب. اوامر شما مو به مو اجرا خواهد شد. من به شما قول میدهم علی جناب. مطمئن باشید. حرکت کنید. سریعتر حرکت کنید. علای داران لشکر امپراتور.
درود بر خدایگان امپراتور هادریانوس جانشین خدایان بر روی زمین. درود جوپیتر بر امپراتور هادریانوس فرمان نوای نیمی از جهان و امپراتوری عظیم و پهناور سرزمین روم. درود بر خدای مردم روم و فرمانده تمام لشکرهای قدرتمند امپراتوری. جای بدی نداری دیوکله، اینجا نباید به تو بد بگذرد. از مراهم شماست قربان. با او خیلی صمیمی هستی. همینطور است. در زمان تراژان او یکی از افسران لایق لشکر بود و یک بار هم جان مرا نجات داد. که اینطور. پس تمایل شما برای مسافرت به فیلادلفیا بیهوده نبوده. این از بنده نوازی جناب امپراتور است، وگرنه حقیر کجا و نجات جان خداوندگار خیش کجا؟ تو در اینجا زبان بازی و لفاظی رو هم خوب آموخته. آن هم از مراحل شماست، وگرنه بنده کجا و اظهار کلام قربان؟ نخیر زبان باز قادری. گمان میکنم جناب امپراتور و بانو از رنج سفر خستند. استراحتگاه شما از این طرف است. امکانات ما در سوریه هرگز به پای روم نمیرسد. امید که فردا شکارگاه‌های زیبای فیلادلفیا در خور شهر حضرت امپراتور باشد. تو انگار سال‌هاست که به روم نیامده ای دیوکله. در ذهن خود چه تصور کرده ای؟ ما بیشتر در اندیشه کشورگشایی بوده ایم تا آسایش خودمان. در ضمن دربار من هم با دربار ترژان خیلی فرق میکند. بفرمایید آن چرا. میهمانان را به اتاقهایشان راهنمایی کنید. آرزوی با آسایش شماست قربان. نه جای بدی نیست. بفرمایید قربان. نمیدونم چرا انقدر احساس خفگی میکنم. روز سختی بود. این بیچاره ها را نگاه کن. آها. شما چرا اینجا ایستاده اید؟ منتظریم سرورم. منتظر کی؟ نمیدانیم.
می توانیم بنشینیم؟ البته، البته که می توانیم. کجا میبرند؟ برای قفس شیرها و تفریح امپراتور عالی جناب. و ما هم در آمفی‌تئاتر مرگ یکایک که آنها را نظاره خواهیم کرد. خدا را چه دیدی؟ شاید امپراتور فرصت تفریح نیافت. برو گالوس. اطاعت. Thank you.
چگونه می شود این فاجعه را باور کرد؟ ای لعنت بر شما گستاخان که به حریم مقدس خدایان بی شرمان تجاوز کرده اید. خدای اولنگ بر ما خشم خواهد گرفت و سرزمین فیلادلفیا را زیر و رو خواهد کرد. بینگر پیکره خدایان ما را چگونه قطعه قطعه کردند؟ بینگرید، بینگرید از این گستاخی خدایان بر ما آتش خواهند بارید. پناه بر شکوته، پناه بر آفونان. نه، مگر می شود بارد، مگر می شود تحمل نمود. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب، بیایید ببینید عالی جناب. عالی جناب، بیایید ببینید مجسمه خدایان ما را چگونه شکستند. که این اتفاق افتاد؟ دیشب بانوی من. نمیدانم این پست فطرتان چگونه جرأت کردند. به خدایان بگویید که از حریم خود دفاع کنند. چه معنی دارد؟ بروید بگویید. بله. این چه اوضاعی است؟ بروید. چشم. بله عالی جناب. عجب خدایانی. پس ما در این شهر خداپرستان جسوری نیز داریم که از آنها بیخبریم. برو گالوس. اطاعت قربان. باور کردنش مشکل است علی جناب جولیوس. عده‌ای ناشناس نیمه شب به معبد حمله کرده و تمام تندیس‌های خدایان را شکستند. حال کاری که بوده هیچ کس خبری ندارد. اگر او دیوانه شود حق دارد. ای جوپیتر قدرتمند، ای جوپیتر قادر بالا، که از خشم تو دیگر خدایان در بیمارستان. اگر این خبر به گوش امپراتور برسد وای به حال. خاموش باش. حریم معابد تو را به پلیدی می آید. ببین که چگونه تندیس های تو و دیگر خدایان نامی چه. اینجا چه خبر است؟ آیا اینان را با آتش خشم پیش نکنیم؟ ولی جناب اتفاق بدی افتاده. چه شده؟ همینک مطلع شدیم که مجسمه خدایان را در برخی از معابد شکستند. شبه گذشته. فعلاً این مسئله را مسکوت بگذار. امپراتور نباید متوجه ناامنی در فیلادلفیا شود. بدون سر و صدا قضیه را دنبال کن. اطاعت. شنیدم که جناب امپراتور شکارهای خود را از فاصله بسیار دور شکار می‌کند.
شکار کردن زرد نیست. باید مراقب باشی شکار نشوی. بعضی ها شکار میکنن و بعضی ها شکار میشنن. من گمان میکنم که تو بیش از اینها باید مواظب اوضاع حکومت باشی جناب دیوکلتیانوس، و الا به جای شکار کردن خود شکار خواهی شد. جناب امپراتور چیزی شنیدند که من از آن بیخبرم. فقط خواستم هشدار دهم که مراقب درباریان و اطرافیان خود باشی. بزرگترین مشکل ما در روم مبارزه با پیروان این دین جدید است. اگر جناب امپراتور به کسی مظلوم هستند کافیست اشاره کنند. باز هم میگویم من فقط هشدار دادم. میدانم اگر یک نفر، فقط یک نفر از رومیان منتصب به امپراتور از آن پیامبر ناصری سخن بگوید چه فاجعه‌ای پیش خواهد آمد؟ میدانیم خداپرستانی که یعنی موضوع جناب مکسیمیلیان و بانو هلن را میدانم. اگر خداوند یاری کند با اجرای نقشه ما او همه دانسته هایش را فراموش خواهد. عالی بود جناب امپراتور، عالی بود. علی جناب یک شکار دیگر. امپراتور را تنها نگذار. یعنی کار کیست؟ نمیدونم. اینجا چه خبر است؟ عالی جنابی، نگهبان شکارگاه سورا با تیر زدند. پس چرا معطلی؟ شاید کسی قصد جان امپراتور را داشته باشد. بروید دنبال زارب.
اطاعت. سرباز بیچاره، تو نیز قربانی امپراتور شدی.